آقای سیاوش عبستای عزیز، سال نو مبارک باشه. امیدوارم که این سال برای شما و یک یک مردم ایران سالی پربار باشه و به دور از این جنایت و آدمکشی ها و این بگیر به بند ها و تجاوز به زنان مردم، تجاوز به خانه ها و خانواده ها در حال رخت بربندد از این ملت و از این مملکت. درود به شما. با مهر یزدان پاک، استاد سیروس شرفشاهی، درود بر شما. روز شب خوش، شاد باشه. سال 2024 برابر با 7761 آریایی میترایی. به شما مهربانیار، برادرم امیر شجره، کارگردان برنامه آقای شهرتی عزیزم و همه مهربانیارانی که در سر و سر جهان ما رو میبینند، همه ما میتونیم این سال رو شاد باش بگیم. چون استاد شرفشاهی سابق پیش از اینها در هزاره های پیشین ما 4 فصل سال رو سال گفتیم بهش، یعنی یک سال ما 4 تا سال داشته. اون موقع اول هر فصل اول سال نو بوده و همین خاطر این هم بعد از 500 سال از زایش عیسی مسیح که مسیحی ها آیین میترا رو گذاشتن کنار، جاش رو گذاشتن عیسوی و مسیحیت، باز همین سال نو ما رو نگه داشتن. برای همین که استاد شرفشاهی سابق میگن فلان کس 400 سال عمر کرد، 300 سال عمر کرد. اون سنجش سال به 4 فصل بود، یعنی هر فصل یک سال بوده که به هر حال بعدا دیگه با تقویم عمر خیام و نازنین مهربان و نیشابوری این استاد بزرگ سالها همینطور میشه که آفریدگار این سالها، این هفته ها، این ماه ها، این روزها و بزرگترین و نخستین استرولوگ و ستاره شناس هستی میتراس. 7700 سال پیش میتراس که 7 روز هفته رو میاره، میتراس که 12 ماه سال رو میاره به یاد 12 امشاس بندان. استاد شرفشاهی خلاصه تعارف نداریم، دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم، حالا بمیرن حسودای جهان و تاریخ. استاد شرفشاهی شب حول 2 موضوع عرایز بنده خدمت شما و به بایار تقدیم میشه. نخست این که این جنگ شوربختانه این سال برای جهان سال بسیار بدتر از گذشته خواهد بود، چون امروز گفتن 8 میلیارد عدد سکنه روی زمین شد. این 8 میلیارد خیلی زیاده و دیگه برده سرمایه داری جهان تا این حد احتیاج نداره. چون شما مستعذر هستید استاد شرفشاهی، از کنم خدمت استاد شرفشاهی، سال بد خواهد بود، سال بسیار بدی خواهد بود برای بشریت، چون بردگان دیگه آخر همه ما برده ایم، ولی شکی نیست. این رو شما بگم، همونایی که روزی 10-15 ساعت کار میکنن و یه حقوق چندلغازی میگیرن، اینا همه برده ایم و یک بخشی هستن که کار نکرده ثانیه به ثانیه هزاران دلار گیرشون میاد. اونا اربابا و خداوندگاران زمین هستن که بهرهشو میبرن. حالا اونها دیگه به این برده ها اینقدر زیاد احتیاج ندارن، چون هم تکنولوژی جدید که اومده. صدا دارین استاد شرفشاهی؟ بله صدا دارم. تکنولوژی جدید که اومده روز به روز هم گسترش پیدا میکنه، نیاز به برده نیست دیگه، یعنی به انسان و نیروی کار نیست. 8 میلیارد خیلی زیاده، از یک سوی بایستی کم بشن. از سوی دیگه استاد شرفشاهی از کنم خدمتتون که میدونید که جهان در قرن 19 و 20 یک سری تسلیحات نظامی داشت و یک سری تکنولوژی اسلحه سازی داشت که این تکنولوژی دیگه فاتحش خونده شد، دیگه به درد نمیخوره. اصلا اون تکنولوژی قرن سابق، چه رارف های فرانسوی باشه، چه فانتوم ها و افچارده های امریکا باشه، چه موشک ها و ضد موشک ها و گنبد های آهنین باشه، اینا دیگه واضح بگم خدمتتون برافاتی تومون نمیشه، اینا دیگه به درد نمیخوره. چون تکنولوژی جدید اومده، با یه پهباد کوچولو میرن هر جور بخوان هدفدار میزنن. یا مثلا از خود نیویورک حتی
میتونن موشکای ریز قد از فشنگ هم کوچکتر دی ان ان افراد رو بدن، یکی سری میخوان بکشن، میره توی خونه یارو، اگه بود که میزنه میکشدش، نبود میره تو دیوار قایم میشه، وقتی که بیاد یارو میزنه میکشه. یعنی تکنولوژی جدید استاد شرفشاهی در جنگ و نیروهای تسلیحات نظامی هم دیگه مثل سابق نیست. خب این تمام انبارهای اسلحه دنیا، روسیه و امریکا و اروپا، اینا باید خالی بشه، اینا باید خالی بشه. این عرب هم که اقتصاد دنیا دست این هست، ما نه، این هست پول دنیا است. تا شرفشاهی شما در نظر بگیرید، همه امریکا، اروپا، همه جای جهان دولت ها میلیارد ها دلار بدهکارن، بدهی دارن، پولسازی ندارن که. امریکا فقط دلار چاپ میکنه، امریکا فقط کاغذ چاپ میکنه میفرسته تو بازار، پشتوان طلا نداره در دلار امریکا، ولی چون ابرقدرته، ابرقدرتیشه که دلار رو تو دنیا نگه داشته. خب اینا همه در حال تغییر و تحول هستن. یعنی اولا بریکس داره میاد، این اومده، خود شما به شما درود بفرسته، این جیلبر ما سالنو تبریک بگه، یه خیلی پررو شده برام بشین نباش استاد چرفشایی. الان این بریکسی که ساختن، چند پنج روز هم یک سری کشور جدید عضوش شدن، یعنی دوگانگی در جهان و بویژه در برابر دلار وایستادن، دیگه داره قدرتمند میشه در جهان. حالا بگذاریم که ما عادت داریم بفروش خارمادر بدیم به رژیم ها و آدم ها و او برای این برای چپ و راست و از نظر تبلیغاتی، چون امریکا تمام این سیستم رایانه‌ای جهان در دست اوست، تمام این رایانه مدرن جدید در شبکه ها دست اوست. ما اگه شما یه تیت بزنید روی یک از برنامهاتون بزنید رو فیسبوک، بعدا تعطیلت میکنه تا یه هفته دو هفته تعطیله، دیگه میبینید اکثرا رو فیسبوک مشخصا مثلا ما رو استاد چرفشاهی میبینید، استاد چرفشاهی فیسبوکتون یه مدتی بسته میشه، یوتیوبتون یه مدتی بسته میشه، فلان اینا. اینها بعضی وقتا اینا میگردن یه تیتر یه عکسی رو پیدا میکنن، بهانه میکنن، چون فکر میکنن با سرمایه‌دار جهانی داره ناخوانه داره، بعد جمهوری اسلامی هم از بازی بلده میکنه میاد روی کار، یا صفحات بسیاری از مبارزین و اینا رو چه میکنه. پس سانسور هم تو دست اینها هست و همه اینا هم از طریق امریکا هدایت میشه و این اسلحه ها که بایستی در جهان تموم بشه، پولایی که اینها سپرده دارن استاد چرفی، تمام کشورهای نفت فروش عربی و ایران که غیر عربی هستن و غیره، اینها میلیاردها دلار تو خارج پول دارن. اصلا زمان محمد رضا شاه عزیزم، پادشاه خردمند و آزاده ایرانی، وقتی که ایشون رو سرنگون کردن، اصلی ترین هدف سرنگون شاه چپاول پولها و دارایی‌ها و ثروت‌های میلیاردی بود که ایشون در خارج داشت. شرکت گروپ آلمان رو شما میدونید، اوریدو به فرانسه رو میدونید، اینجا چی شد صداتون رفت؟ ساخته بودن که اصلا اسم شهرهای رو میخواستن روی یکیش بذارن، همینا پول ایران بود. از اون طرف در آمریکا آقای کارگردان صداشون رفت، مثل بانک های راکفلر و غیره، اینها با پول ایران با شاه شریک بود. یعنی راکفلر میلیاردها دلار به ایران بدهکار بود بانکش، اگر انقلاب نمیشد اینا الان تا باید تاوان پس میدادن. خب همه این پول ها که بود از قبلم الانم که هست، اینا رو بایستی به گونه اینا بگیرن، جاش کاغذ دلار بدن. پس جنگ ها ادامه داره، این جنگ ها امروز الان اسرائیل رو به جنگ کشوندن. اینا من خدمت شما در رابطه با اسرائیل امشب یه راز مهم رو میخوام بهتون بگم. اسرائیل رو 7 اکتبر جهان سرمایه‌داری، من از مدت ها بارها عرض میکردم، اینجا تو برنامه شما هست، میتونن همه هم گوش کنن، که آقا میکشن تو رو، یعنی تو رو به یک مسیر میکشن خودت هم نخوای، وقت میزنن زن بچه یه رو میاد حمله میکنه، داره میزنه میکشه، تو مجبور مسلسل بگیری دستت، تو هم بزنی بکشی بری دیره که بری مثل اون بشی. یعنی زمینه رو ساختن، آماده کردن. برای همین بعدم شما دیدید، من از قبل به شما گفتم که بخشی از جناح قدرت در اسرائیل از پول همون کسی اداره میشه، جورج سوروس، که تظاهرات علیه اسرائیل رو سازماندهی میکنه و تمام آینجهی که داره کار میکنه توی غزه مال ایشونه. یعنی الان جریان فقط پولسازی است و این که این بنجل ها، این آهن پاره ها
رو به نام موشک و گنبد آهنین و هواپیماهای بمب‌افکن و فلان اینا چه بکنن؟ تا بعد دست از 2030 به بعد جهان رنگ نوینی بگیره، جنگ هاش هم فرق میکنه، تسلیحات دیگه هم یک فانتوم به جایی که بلند شه و هزاران لیتر بنزین همون مواد سوختیشو مصرف بکنه و از اینا سنگی داشته، یه پهباد اینه که ایران درست میکنه برای خود ایران است تا چرخه $1000 در میاد پهباد کوچیکش. این پهباد یه کارایی میکنه که خود داریم میبینیم. خب پس جنگ شوربختانه ادامه خواهد داشت، اما اینجا خوشبختانه ارتش شاهنشاهی پنهان در ایران که موفق شد در جنگ ایران و عراق صدام حسین پلید رو و تمامی کشورهای عربی که باهاش متحد بودن، جنگ ایران و عراق که شد استاد چرخشایی همه ما میدونیم دیگه، تمام کشورهای عربی حتی فلسطینی ها اینا متحد صدام حسین بودن، فقط دو تا کشور بود که باهاش متحد رسمی نشد و همپیمان نشد، یکی سوریه حافظ اسد بابای بشار بود، یکی سرهنگ قذافی در لیبی بود، بقیه تمام نیروهای فلسطینی و کشورهای عربی کمک مالی میکردن، پول اسلحه صدام میدادن، فقط در همون موقع یک کشور از ایران پشتیبانی کرد و یک کشور بود که بلند شدن هواپیماش رفتن پایگاه اتمی عراق رو زدن که اون به ما حمله نکنه و کاری نکنه، اونم طبق قرارداد و معاملاتی بود، هزینه‌اش هم پرداخت شد توسط ایران. اون موقع رفسنجانی این قرارداد رو بست، چون اسرائیل هم به ایران بدهی داشت مثل تمام کشورهای دیگه، از اون بدهی که اسرائیل به ایران داشت هزینه اون زدنها و اون جنگ، خیلی میگن آقا رفت صدام حسین زد، درسته برای اسرائیل هم خوب شد، ولی اون چه سفارشی بود که هاشمی رفسنجانی داد، هزینه‌اش هم پرداخت کرد از بدهی های زمان شاه که اسرائیل به ما داشت، اینا رفتن پایگاه هسته‌ای صدام حسین رو زدن و بعد از اون اسرائیل کمک کرد، باز هنگامی که رفسنجانی بود با سیاستمداری رفسنجانی، مناشه امیر رفیق ماست که صدا اسرائیل بوده، اون هیچی، یه فرد دیگه دوست عزیز من به نام آری بن مناشه، آری بن مناشه یکی از مدیرای موساد بود، ایرانی است، فارسی هم خوب صحبت میکنه، انگلیسی عربی هم صحبت میکنه، اینو من باهاش مصاحبه کردم همون سالهای جنگ، یک سال در آمریکا زندانی بود به خاطری که یک کتاب نوشت پول خون، بعد من از استاد مسعود انصاری دکتر روشنگر خواهش کردم این کتابو ترجمه کرد به فارسی، صدها نمیدونم چم چقدر ده ها هزارش کتاب فروش کرد پول خون، اونجا آری بن مناشه توضیحات کامل رو میده، چون امریکایی‌ها یک سال زندانی میکنن به خاطری که به ایران اسلحه میفروخته، آری بن مناشه یعنی رسما دولت اسرائیل و موساد به مدت که جنگ ایران عراق بود تمام تسلیحات و لوازم یدکی های نیروی نظامی و ارتش ایران رو که از آمریکا خریده بود شاه و جای دیگه اسرائیل می‌خرید به ایران تحویل میداد، خبر داد و یعنی تنها کشور این ملت ایران چندین بار گفتم امشب چون میخوام موضوع مهمی رو بگم تا وقت باقی است اینو دارم بهتون میگم که اسرائیل همپیمان ماست، آریایی اسرائیلی باید ما همپیمان بشیم، چون دشمن اصلی ما تعارف نداریم، ما اهل جنگ نیستیم، ما انسان‌های صلح‌طلبی بودیم و هستیم و هرگز به جنگ نرفتیم الا برای دادگری، الا برای دفاع از مظلومان، ستمدیدگان و غیره و الا برای دفاع از خودمون، اما جهان عرب استاد شرفشوی همونطور که از صدام حسین عرض کردن پشتیبانی کرد و نابودی ایران، نابودی ایران رو میخواد، یعنی جهان عرب نابودی ایران نمیخواد. 7 اکتبر که اینا حمله کردن اصلی ترین هدفشون این بود که ایران رو وارد جنگ کنن و حمله بشه به ایران با خاک یکسان بشه، ولی اینجا برای همین تا حمله شد 7 اکتبر اینها خیلی خبر نداشتن، حسن نصرالله گفت خبر نداشتم، راست گفت استاد چرخشایی، حزب الله لبنان خبر نداشت، در ایران کادر سپاه پاسداران بخش سپاه قدس در جریان بود، قاهانی و غیره، بقیه بیخبر بودن، این یک توطئه بود که اینا حمله بکنن، بعد برای همه یهو علی خامنه‌ای سر صبح از خواب بیدار شد خوشحال شده بود همین میپرید هوا، چون خبر نداشت که چی شده، خبر نداشت که خوشحال بود استاد چرخشایی، نمیدونست که آقا یک جشن موزیک بوده، اینا حمله کردن در 3 کیلومتری غزه حمله کردن یه جایی، این
این یارو ربات حرکتش رو میکرد، اسرائیل رفتن تلاوی بگرفتن که صبح گفت ما یا اصلی ارتش شاهنشاهی رفتن پیشش گفتن مردی که باز داری گاف میکنی که این یک توته هست میخوان به ما حمله کنن، نباید از این حمایت کنیم، نباید پشتیبانی کنیم، حماس دشمن ماست. حماس استاد شرفشاهی الان که من دارم با شما صحبت میکنم از اول پول گرفته، ثروت و دارایی ایران رو برده، تا الان هم دشمن ایران، ایران رو ناپاک پلید میدونه، حتی همی آخونده رو حتی همی آخونده رو نجس میدونه حماس. برای همینه که حماس حتی تا این حمله شد استاد شرفشاهی خالد مشعل، من خودم به زبان عربی شدیدم، اومد پای تلویزیون گفت ما دستور ایران بوده حمله کردیم، ما پول ایران بوده حمله کردیم، همه رو گفت که نقا برید ایران رو بزنیم. این همین حرف اسماعیل هنیه زد، هنیه گفت ما از ایران متشکریم. اسماعیل هنیه که وقتی که حمله شد توی ترکیه بود استاد شرفشاهی، یعنی این جنگ را از طریق ترکیه و جاهای دیگه کاله، نمیخوام همه رو باز کنم، اینا فرماندهی سازماندهی کردن و همه شون هم هی گفتن ایران 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 به ما پول داد، اینا ایران را بزنن و ایران تو زدن بود. خوشبختانه یک بار دیگه ارتش شاهنشاهی با ذکاوت و زیرکی هزاران ساله خودش اومد این شیخ ملای ابله پفیوز بی شرف ضد ایرانی رو رفت گفت آقا اینا الان حمله میکنن میزنن، اول شما کشتی میشی بعدم خاک یکسان میشه این سرزمین، این آرزوی 7000 ساله ایناست، از قرآن گفتن که تو سوره روم میخوان ما رو نابود کنن، تا الان کردن این نقشه شیر ما رو به این فیل بودیم حالا شیر شدیم گربه شیره و غیره، که یهو دیگه اینا شروع کردن هر روز که آقا ما نبودیم ما نبودیم ما نبودیم، تا اینکه واسه همین هفته پیش استاد شرفشاهی یارو یکیشون برداشت گفت چون بعثی ها تو ایران تو خیلی تو قدرتن، حزب بعث یعنی فلسطینی ها در ایران در اقصا نقاط میهن کشور اهورایی هستن تو سپاه جایی، یارو اومد گفت آقا ما انتقام قاسم سلیمانی بود زدیم گرفتیم، فوری خود حتی اینا فهمیدن باز ارتش شاهنشاهی، چون ارتش شاهنشاهی ممنوع تو ایران، به جاش باید سپاه حرف بزنه شاگرده الدنگشون، اینا اومد گفت آه نه 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 ما نبودیم، ما انتقام قاسم سلیمانی نبود، یعنی همه هی ما نبودیم، این ذکاوت ارتش شاهنشاهی ایران بود که جلوگیری کرد از تازش جهان به ایران پس از این جریان هفتم اکتبر، و تا الان هم خوب پیش رفته و تا الان هم روشن شد که حماس اصلا این کارش یه کار دشمنی با ایران بود استاد شرفشاهی، چون اینقدر کور بزنه بره بچه بیگناه دختری بیگناه وارد اسرائیل بشن توسط تونلایی که کندن و غیره قتل عام کنن، اونجور بیشرمانه بیشرمانه اونطور که 1400 سال ما رو کشتن، اونطوری میخواست اینا کار کن که به ایران حمله نشه، این بحثش بسیار درازه نمیشه در این برنامه گفت، ولی استاد شرفشاهی چون عید هست ما دو تا ویدیو داریم، یک ویدئومون مال اسرائیله، فرمانده ارتش اسرائیل ای الدنگ های پاسدار در تهران اولاغ ها ببینید، فرمانده ارتش اسرائیل ترانه ایرانی هایده رو با افتخار با سربازاش میخونه، با افتخار با سربازاش میخونه، بدون غلط هم میخونه، شما الدنگ ها همون سرود آشغال ملی جمهوری اسلامی خودتون بلد نیستین از بر بخورید، این یک فرمانده بزرگ و لایق و شایسته ارتش اسرائیل که اینا زیاد هم هستن، ما استاد شرفشاهی نیم میلیون ایرانی داریم و از این نیم میلیون حدود 100,000 تا ایرانی در ارگانهای قدرت از بیمارستان دکتر و پزشک و وکیل گرفته تا ارتش و پلیس و دولت، اینها ما نیرو داشتیم رو داریم، حتی رئیس جمهور موسی قصاب موشه کسب یزدی ایرانی مفاز فرمانده ارتش اسرائیل ایرانی و دن ما که الان میخونه براتون، ایران اونجا سرزمین آریایی است. ببینید از جنگ ایران عراق به شما گفتم تا حالا با ما بوده، سعی کرده جهان سرمایه داری که کاری کنه که اسرائیل به ایران حمله کنه و غیره، ولی مهر یزدان پاک از سوی و خردمندی ارتش شاهنشاهی مانع شده. حالا ببینم شما کدوم پاسدار بلده یه ترانه ایرانی رو به این خوبه بخونی، با هم میشنویم. خانم لوئیس، خانم شیرین و دوستان، تمام دوستان، نشیر لایمه شو بپرسید، نشیر
ביחד אתה. כן? אני בא את הבא, אני שומע את השורה. אוקיי, תגיד. ודידני מן ביום מכתב דרומת ביו עזיזם, ביו סברם סרומת מידוני גלבם ארום נדונה תוסיני ימן יבי קרונה זנג'יר ובקון זה פה דיבוני ימן ששמן תזורם ביו בחוני ימן ודידה לילה 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 بدونن تا به عشق تو رو تو چشمونم بخونن تو خورشید منی من ذره محتاج نورم بیا گرمی بده به جون من اگر که دورم فقط یه روز ازت جدا میشم که لب نورم میدونی قلبم آروم نداره تو سینه من یه بیقراره زنجیر و واگون زبا دیوونه من چشم انتظارم زبا دیوونه بیا به خونه من. دوستان چرفشان، اینم هدیه سال نو و همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان. فرمانده ارتش اسرائیل، ایشون در جنگ 2007 فرماندهی ارتش اسرائیل رو به عهده داشت، الان هم فرمانده است، الان هم پست بالایی داره، الان هم ایشون و یارانش از جمله اشخاصی هستند که گفتند که بایستی برای ناتوانی اسرائیل در رابطه با 7 اکتبر از الان بایستی تحقیق بشه و بنیامین نتانیاهو در جایگاه خطرناکی قرار داره و اون جریان محاکمه‌اش و غیره اینا رو دنبال خواهند کرد. یعنی دموکراسی که اونجا هست اجازه نمیده که از این جنگ بخواد مثلا بنیامین نتانیاهو سوء استفاده بکنه و اقلیت رو در اونجا داره در برابر اینهایی که چه نظامی و چه دیپلمات ها مثل نفتالی بنت و دیگران که اکثریت رو تقریبا اونها دارن. یعنی در این رابطه هم به زودی تحولاتی به وجود خواهد اومد و غیره و این جنگ ها ادامه داره. ولی خوشبختانه ذکاوت و شما ببینید همین اسرائیل هم چقدر سعی صدر هیبرید نشون داد، با موشک ها اینا از یمن از حزب الله داره میزنه، از اون اینا همه دارن میزنن، همه میدونن اینا مال ایرانه، ولی هنوز به ایران حمله نکرده و نخواهد کرد اسرائیل، در این شکی نیست، چون ارتش شاهنشاهی ایران اونجا زیرکانه نشسته و همکاری پشت پرده و محرمانه است. برای همینه که ما میبینیم هر از چندی مهره هایی هست میشن و غیره. حالا استاد چرفشهی، جهان خاران و این سرمایه داری جهانی، نظم نوین جهانی گندگور شده، به خواب خواهد برد اون خواست خودش رو که کمربند سبز میخواستن بسازن با سقوط پادشاهی در ایران و توسط اسلام دنیا رو دوباره بگردن. خوشبختانه اسلام در ایران توسط مردم مرد و ایرانستانی رو که برنامه‌اش ریخته بودن و نوشته بودن و می‌خواستن عملی کنن نخواهد شد و این نظام از بین خواهد رفت و ایران ققنوسوار سر در میاره. استاد چرفشه، این فیلم دیگه که می‌خواد ببینید خیلی مهمه، این در خود ایران گرفته شده توسط ایرانی‌ها، با چهره باز، با صورت باز میاد حرف میزنه، همینی که عرض کردم خدمتتون ثابت میکنه که اسلام در ایران مرده است. بچه های زیادی استاد تا این سالها ماها روزها با من تماس میگن اوستا جون ما بیشتر این ننه بابای ما رو بزن، این ننه بابای خر مقدس ما رو میگن بیشتر بزن. دختر من زنگ زده گریه میکنه میگه من دوست پسرم اومده خواستگاری، تو اومده خونه خواستگاری، این مادرم چادر انداخته رو سرش و بندیکاد پشت سرش و حمد و قلو الله خونده، داماد خواستگار فرار کرد رفت گفت بابا این مادر زن ما بشه، این که ما رو کتک خواسته که نمازت بخون روزت بگی ما نخواستی میزنم. بچه گریه میکرد گفت من خواهد خونم فرار کنم. استاد مثل این زیاد تو ایران، ولی
یه خانواده های اینجوری زیاد هم داری شکی نیست، ما الان 90 میلیون هستیم 10 میلیون اینجوری هم، ولی من میخوام بگم بچه ها شما پدر مادرتون بگیرون روسریشون رو اون خرافات ذهنشون رو پاره کنین، روشنشون کنین. تازش تازیان به ایران از زمان ابوبکر تا حتی حسن حسین رو بگین، توضیح بدین، بگین خدا سر جاشه، اینا چرت و پرت، روشن کنین، خودتون نجات بدین. استاد چرخش بچه های زیاد میگن ما نمیتونیم ازدواج کنیم چون ننه بابای ما خر مقدس. الان من نمیخوام اسم بیارم استاد چرخش، ما مادر مهسا عزیز رو میبینید، مادر و خاله نیکا شاکرانی رو میبینید، یک سری عزیزان من اینجوری اینا، ولی خیلی از این بچه‌ها که کشته شدن ننشون چادر چاقچور سرشون نمیان در به خونخواهی فرزندانشون، اینا ننگ تاریخ هن. مادر هست هر کی هست ننگ تاریخ هن اینا، بچه ها الان باید با اینا مبارزه کنن. همینا 1400 سال نظام پلید رو نگه داشتن، همین پدر مادر ترسوی تازی پرست چرچه. حالا اینو شما ببینن استاد، یارو میگه اصلا از زن مسلمون نمیشم، بچه به بهش نمیدم. خیلی مهمه، ایران امروز ماست، برای اینکه که ما پیروزیم، ما پیروز شدیم، ملت ایران پیروز شد و جنگ هم به ایران نخواهد آمد. با سربلندی ایران با اسرائیل متحد خواهد شد و جهان کار خودش خواهد کرد. این فیلم هم خیلی جالبه، 40 سال است استاد چرخشی، تفصیل تاریخ ایران امروز. حاضرین دخترتون یا پسرتون با یه آدم بی دین ازدواج کنه؟ آره. با یه آدم خیلی مذهبی تو؟ نه. نه. حاضرین دخترتون یا پسرتون با یه آدم بی دین ازدواج کنه؟ به گفته خودش، آره، مشکل ندارم. با یه آدم خیلی مذهبی تو؟ فکر نکنم. هیچ وقت نه. با یه آدم خیلی مذهبی تو؟ اونم خیر. حاضر با یه آدم بی دینم ازدواج کنی؟ آره، چرا که نه. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ اصلا نمیشه کنار اومد. نه. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ نه. 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 پنجا پنجا. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ اصلا. با یه آدم بی دین ازدواج کنی؟ با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ نه. استاد شرفشه من یه توضیح بدم بعد به فرمایشات شما گوش بکنم. اینه که میگه با یه آدم مذهبی چطور، حاضر مذهبی یعنی اون زنه، اون مردی که نماز میخونه، روزه میگیره، میره حج، بهش تجاوز میکنن. مذهبی یعنی این چادر سرشه، لچک تازی صحراگردان سرشه در تهران و ایران که صحرا نیست، چادر سواری نیست. مذهبی یعنی این، تعارف هم نداریم دیگه، ما امروز بی تعارف صحبت میکنیم. استاد شرفشه عزیزم، بله، در حال این مسائل مذهبی رو تا مردم ایران کنار نذارن، به آزادی و آزادگی دست پیدا نمی کنن و اوضاعشون همینجور خواهد بود که هم اکنون دارن و اسیرشن. متاسفانه می بینیم این اسلام چه ضربه هایی به فرهنگ و ادب ایران زده، مخصوصا در این سالهایی که این آخونده با خمینی اومدن و مملکت ما رو در حال اثر دیدگاهی اثر نظری به هم ریختن و عقب بردن. و در حال حاضر مثلا اون خانمی که میپرسه ازش آقا حاضری با یک بیدین ازدواج کنی، خب این اصلا اون مسئله ازدواج براش مهمتر از بیدینی یا بادینیه، بنابراین نمیشه اصلا از اینا پرسی دین و قاطی مذهب بر دین و قاطی این مسائل مذهبی کرد. و ازدواج و تشکیل خانواده یک داستان والاتر از همه این مسائل که به حال دیدم ازشون سوال میکنن. بله بله استاد چپ، امروز خوشبختانه یعنی شما ببینید در ایران اهورایی که این پوفیوز های بیشرف 14 کرد، هر کی میگفت من مسلمان نیستم میگفتن ملحد مرتد، سر میبریدن و میکشتن و تکه تکه میکردن. امروز به برکت دختران ما استاد چرفه، دختران آریایی ما، فرزندان ما، نازنین های ما از 12 سالگی، شما از چیان ببینید بگیرید از 9 سال 10 ساله تو مدرسه قرآن رو خونده، کلی آیه قرآن افسه، ولی اینکه من از قرآن متنفرم، کتاب من نیست، به درد من نمیخوره آموزشش الان. و نسل ما
دختران نوجوان ما بودند که این راه رو گشودن. این راه امروز گشوده شده، بازگشت به ایرانی بودن خودمون. ما با تبلیغ هیچ دینی رو نمی کنیم. وقتی از زرتشتی و نو زرتشتی سخن میگیم، دین نیست. ما زرتشتی بودیم و هستیم و در رگ و خون و پوست ما دین نیست، آیین و فلسفه زندگی است که میگه در این هستی دو قدرت با هم هستند که می جنگن. این دو قدرت از هم جدا هستند، اهورامزدا و اهریمن. این اهریمن رو ما میگیم که اهورامزدا نیافریده، یک پدیده جدا از همن ولی توسط انسان با هم در جنگن. و اینجا بهشت و جهنم همینجاست، دنیای دیگری نخواهد بود. بهشت و جهنم همینجاست. اگرم بازگشتی هست، روح و روان انسان میره دوباره بر میگرده همینجا، پاداشت خودشو و پادفره خودش رو میگیره. ملت ایران امروز به این رسیده، به فلسفه زرتشت و میترا رسیده، یه فلسفه است که بشریت استاد شرفشاهی ازش آموخته. در آیین اوستا 40 سال پیش من نوشتم، از افلاطون و فیثاغورس و ارسطو گرفته تا هگل و بزرگترین فلاسفه جهان از هزاران سال پیش تا به امروز، شاگردان نور، روشنایی، مهر، میتراگرایی زرتشت و میترا بودن استاد شرفشاهی. و جهان اگر به عشق و مهر و تمدن رسیده، از فره کیانی اهورایی ما بوده است. ملت ایران امروز این رو شناخته و یک بازگشت به خویش کرده و سربلندی برای جهان آفریده. استاد شرفشاهی، اینو من به شما میگم، دختران ایرانی امروز ملکه ها و پرنسس های جهان هستند. در خانه سفرا، وزرا، رهبران نظامی، اندیشمندان جهان عروس ایرانی ما داریم. عروس ایرانی داریم، دختر ایرانی. چون دختر ایرانی همه گرد آفرید و سلحشور و افتخار آفرین هستن. استاد شرفشاهی عزیز، بعد بران این مسائل مذهبی رو که به عناوین مختلف در مغز این جوان ها و نوجوان های ما قرار میدن، من اصلا که میدونی یکی از آدمایی هستم اصلا به خدا اعتقاد ندارم، خدایی وجود نداره. یعنی بررسی بکنیم بریم جلو ببینیم این خدا کجا، به جایی نمیرسیم. یعنی خدایی اصلا نمیاد آدم بدونه به این دلیل، به این منطق، به این اصول خدا هست. خدا که خدا اونه که شما خودت برای خودت میآفرینی. بنابراین اینا مثلا رفتن به مسیر مذهبی، این کاری که داره الان جمهوری اسلامی با مغز و اندیشه جوانان و نوجوانان ما در مدارس میکنه، این واقعا یه اثرات بسیار بدی برای آینده ایران میذاره. گذاشته دیگه. بله. مقدار فراری به دوستا چرفشه الان پارلمان همه رو مغزها رو از ایران فراری دادن. استاد شرفشایی معرفه دو دقیقه وقت داریم. میخوام ببینم که شما این اعتقاد داشتین که امسال سال بدتر و در حال پرگرفتاری تر سیاسی در سطح جهانه، این یه چند کلمه توضیح بدیم برای ما که ببینیم که به چه دلیلی امسال سال خوبی نیست. دلیل نخستش استاد چرفشایی این هست که عدد سکنه روی کره زمین در حد میلیاردی بایستی کم بشه تا بشریت نجات پیدا کنه. و این یک مبحثی داره که باید دو ساعت صحبت کنیم روش. این که یک این هست که خردمندان و تینگتانگایی که جهان رو میگردونن به این نتیجه قاطع رسیدن. حالا چه خوب چه بد، چه من مخالف موافق، میلیاردها نفر باید کم بشن تا بقیه بتونن خوب زندگی کنن. این که یک، یعنی آدم زیاده تو کره زمین. دوم این که این اسلحه های بنجل باد کرده که دیگه به درد نمیخوره، کارخونه های اسلحه سازی که انبار شد، اینا همه باید تموم بشه، تبدیل به پول بشه، باید اینا بفروشن و جنگ ها رو گسترش بدن تا این تا سال 2030 تسلیحات نظامی مدرن و اینترنتی و انتلیجنت
مثل مصنوعی رو وارد کار بکنم. بعد این دو تا دلیل، چون دیگه به پایان برنامه میرسیم استاد چرخشایی، این دو تا دلیل مهمی که دنیا رو به جنگ بیشتر خواهد رفت در سالی که پیش رو داریم. با همین خاطر بچه ها ما باید همه هم‌نقم بمونیم، باشه که از ارتش شاهنشاهی تبعیت کنیم و این ارتش شاهنشاهی ما تا حالا تونسته ایران رو نگه داره توی 44 سال خصوصا، و هرگاه حمله ای بوده اینا جنگ ها رو بردن به خارج از کشور، سرزمین ما رو نگه داشتن ارتش شاهنشاهی. سپاسگزارشون هستیم و در امان خواهیم بود با مهر یزدان پاک و خردمندی خودمون و بسیار ممنونم. سالی رو که آغاز کردین سال خوبی برای شما و خانواده باشه. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم. بینندگان عزیز، شب و روز خوشی داشته باشید استاد. بدرود. بسیار ممنون، بدرود. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.